سلام دوستای عزیز و نازنینم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خیلی خوب باشه، سلامت باشین و پر از عشق و امید باشین، زندگیتون هم پر از روزی و برکت باشه. بچه ها خوش اومدین به اولین فیلم در کانال یوتیوب من. امیدوارم که اگه این فیلم رو دوست دارید در آخر لایک کنین و برام کامنتاتون رو بنویسین و اگه دوست داشتین میتونین کانال رو دنبال کنین. مثل همه زبانهای دیگه بچه ها، اول نیازه که حروف الفبای زبان آلمانی رو بدونیم. زبان آلمانی هم مثل زبان انگلیسی 26 تا حرف داره، ولی تنها چیزی که زبان آلمانی رو با زبان انگلیسی، یعنی از زبان انگلیسی جدا میکنه، همین حروف های صداداری هستش که تو زبان انگلیسی اصلا وجود نداره. زبان آلمانی علاوه بر این 26 تا حرفی که داره، سه تا حروف دیگه هم داره که من اینجا براتون نوشتم که بهشون میگن حروف هایی که املاوت دارن، حروف آ، او و او. اگه در بالاش دو تا نقطه قرار بگیره به اون حروف ما میگیم حروف های املاوت. حالا میخوایم شروع کنیم از اول با هم دیگه، این یک بار همه این حروف رو با هم میخونیم و بعدش شروع میکنم به گفتن استثناها و اینکه چه قواعدی کلا در حروف آلمانی وجود داره. خب آ ب س د ا، نگید ای، ا اف گ. پس توی انگلیسی اگه صدای جی داره، در آلمانی صدای گ، ها، نگید آی، ای، یوت. یوت یعنی این که جی در زبان آلمانی که همون یوت هستش صدای یه میده، در کلمات جایی صدای جی نمیده. یوت، کا، ال، ام، ان، او، پ، کو، اغ، اغ. پس بچه ها برای آی، برای آر حواستون باشه، اگر ا و آر در آخر کلمه بیاد صدای آ میده، صدای آی خالص میده. مثلا میگیم لغا، لغا به معنی معلم هستش، چون که آخر کلممون ا و آر اومده کاملا باید صدای آ رو بدیم، نه اینکه اغ بخونیم. پس میگیم لغا، یعنی به معنی معلم مرد هستش، یا لغقین. لغقین میبینید که این ا و آ در آخر کلمه نیومده، به خاطر همین در اینجا باید صدای غ بده. پس حواستون باشه اگه ا و آ در آخر کلمه بیاد باید صدای آ بده و اگر در هر جای دیگری از کلمه بیاد صدای اغ میده، صدای غ میده. پس از ته گردوتون باید صدای غ بیرون بیاد. پس اغ، اس، ت، او. وی در انگلیسی که داریم در آلمانی به صدای فاو میده، پس صدای فاو میده، فاو، دبلیو که در انگلیسی از صدای و میده، پس فاو، و، ایکس، اوپسیلون، و نگید ز، ست. پس ست، ت خیلی ریز نوک زبونتون میارید و آخرش هم باید ست بگید، پس ست بگید، ست، ست. و همینطور این ستا حروفی داریم که حروف های املاوت دار هستن که ا، او و او. بچه ها دقت کنید، ا، او و او. او مثل بوشا، پس اینجا دیگه ما نمیگیم که بوشا، نه، چون که او املاوت دار هستش ما بهش میگیم بوشا. بوشا به معنی کتاب ها. خب میریم به بخش دوم در مورد استثناهای زبان آلمانی. خب بچه ها زبان آلمانی یه سری حروف های ترکیبی هم داره
یعنی یه سری حروف‌های ترکیبی هستن که این حروف‌های ترکیبی میتونن مثلا از ترکیب چند تا حرف‌های صدادار باشن که در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن، یا از یه سری حروف بی صدا باشن که در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن. مثلا اول دلم می‌خواد همین حروف‌های ترکیبی صدادار رو براتون مثال بزنم. بچه ها اگه آ و ای یا ا و ای در کنار همدیگه قرار بگیرن صدای آی رو تشکیل میدن. مثلا مثل چی؟ مثل مایس. مایس به معنی ذرت. همینطوری که میبینید اینجا آ و ای در کنار هم قرار گرفتن و این به صورت آی خونده میشه، پس این صداش چیه؟ مایس. ای و ای هم گفتیم به صورت آی خونده میشه، مثلا مثل همون آی که آی به معنی تخم مرغ هستش. اما صدای بعدی که میخوام یاد بگیریم صدای آ و او هستش. اگه آ و او در کنار هم قرار بگیرن صدای او رو تشکیل میدن، مثلا مثل باوخ. باوخ همونطوری که میبینید آ و او در کنار هم قرار گرفتن و این به صورت آو خونده میشه. باخ به معنی شکر. ترکیب بعدی که میخوایم یاد بگیریم بچه ها ترکیب ا و او و ترکیب آ املاوت با او هسته. خب اگه این دوتا ترکیب رو ما در هر جای کلمه ببینیم باید به صورت اوی بخونیمشون، مثل نوی، مثل هویزا. هویزا همون جمع خانه ها هستش. و آخرین ترکیب صداداری هم که داریم ای و ا هستش که اگر ای و ا در کنار هم قرار بگیره باعث میشه که این ای ما کشیده تر خونده بشه، مثلا مثل فیل. فیل فیل یعنی زیاد. خب بچه ها حالا قبل از اینکه شروع کنیم همون آواهای ترکیبی بی صدا رو براتون توضیح بدم، دلم میخواد یه سری همین حروف های ساده ای که ممکنه تلفظشون توی بخش های مختلف کلمه فرق کنه رو براتون مثالش رو بزنم که اینا رو هم خوب بتونید درک کنید. مثلا اولین حرفمون حرف ها. اگه ها در اول کلمه بیاد به صورت ه خونده میشه، یعنی خیلی ساده شما اون ه رو تلفظ میکنید که بخش قبلم گفتیم که ا و او صدای اوی میده، پس اگه شما الان اینو بخواییم بخونین میخونید هویته. همینجا یک نکته که به ذهنم رسید اینه که معمولا در زبان آلمانی چیزی که نوشته میشه خونده میشه، یعنی اگر اون در زبان انگلیسی بود ما معمولا ا هایی که آخر کلمه هستش رو تلفظ نمی کنیم. اما در زبان آلمانی اگه آخر کلمه ما یه ا داریم حتما باید اون ا رو هم تلفظ کنیم، پس اینجا خونده میشه هویته. هویته به معنی امروز. خب اما اگر همین ه در وسط کلمه بیاد، شرط اول و شرط دوم این که بعد از یه حرف صدادار باشه، مثلا مثل آ، مثل او، مثل ا املاوت، مثل او، مثل هر چیز دیگه که حروف های صدادار هستن اگر بیاد دیگه خونده نمیشه، یعنی ها رو باید نادیده بگیریم، اما تأثیر خودش رو میذاره. یعنی اگه شما اینجا بخواید بخونید فقط نمیخونید که سان بدون ه، فقط اینطوری نباید بخونید، این رو هم باید در نظر بگیرید که اگر ها بعد از یک حرف صدادار بیاد باعث میشه که خونده نشه، اما تأثیرش رو روی حرف صدادارش میذاره، یعنی شما باید این حرف صدادار رو کشیده تر بخونید، مثل این کلمه سان. پس سان به معنی دندو. سان میشنوید انگار که دو تا آ رو در کنار هم قرار دادید که انگار دارید آ رو کشیده میکنید، پس سان. یا همین جمع همین مثلا سن.
سن با ا املاوت، اما باز هم اینجا چون که ها بعد از این حرف صدادار ا املاوت قرار گرفته، باید به صورت کشیده تر تلفظ بشه، یعنی سن. خب حرف بعدی که داریم که هستش، میخونیمش کو. اگه همین کوه ما به اضافه او بیاد، ما این رو باید به صورت یک که و و بخونیم، یعنی کو. پس کو، حتما باید این او به صورت انگار و داریم تلفظش میکنیم. مثلا مثل چی؟ مثل کوالیتت، کوالیتت، کوالیتت که همون به معنی کیفیت، همون کوالیتی. خب حرف بعدیمون اس هستش بچه ها. اس هم استثناء داره، یعنی اگر اس ما قبل از یک حرف صدادار باشه، باید به صورت ز خونده بشه، مثل زاگن. پس مثل فعل زاگن، زاگن یعنی گفتن. مثلا ایش زاگ دیا، ایش زاگ دیا، یعنی من به تو میگم. پس زاگن، اینجا میبینین که اس چون قبل از یک حرف صدادار قرار گرفته، باید حتما به صورت ز خونده بشه. اما اگر بعد از یک حرف صدادار باشه، اگر بعد از یک حرف صدادار باشه، مثلا اینجا اس بعد از حرف صدادار ای قرار گرفته، اینجا ما باید به صورت همون اس ساده تلفظش کنیم که اینجا میشه لیست. لیست که همون به معنی لیست، لیست خرید میتونه باشه، لیست هر چیزی میتونه باشه. پس این سه تا حروف رو داریم و بخش بعدی میریم به سمت حروف های بی صدای ترکیب. خب حالا میرسیم به دو تا حرف س و ها که وقتی در این دو تا حرف در کنار هم دیگه قرار میگیرن، میتونن در بعضی موارد صدای خ بدن و در بعضی موارد صدای ش بدن. میرسیم وقتی که صدای خ قراره بده. بچه ها وقتی که س و ها بعد از حروف های صدادار آ، او، او و او قرار بگیره، باید به صورت خ تلفظ بشه. مثلا مثل داخ، داخ، میبینید که آ قبل از س و ها اومده و به خاطر همین باید شده که اون س ها صدای خ بده که به معنی سخت هستش. داخ. کوخم که یه فعل به معنی آشپزی کردن، پختن، پخت و پز، که کوخم میبینید که سه و ها بعد از او اومده و باز هم صدای خ میده. یا هر کلمه بعدی مثلا مثل بوخ، که بوخ اینجا باز هم صدای خ داره. یا باوخ به معنی شکم، بوخ هم به معنی کتاب هستش. اما در دو مورد دیگه هستش که میتونه صدای ش بده و اون هم وقتیه که اول کلمه اومده. مثلا میخوایم بگیم شیمی، شیمی رو ما اینجا در زبان آلمانی هم همون کلمه رو داریم، فقط تلفظش مختلفه، اونم به صورت شمی میخونه. خب و اما اگه بعد از حروف های صدادار دیگه بیاد، مثلا مثل ا، ای، ا، او، او، آی و اوی باشه، به صورت ش خونده میشه. مثالش کیوشه، کیوشه یعنی آشپزخانه، که میبینید که سه ها بعد از او اومده و به صورت ش خونده میشه. یا مثلا مثل لیشت، لیشت همون خب چراغ هستش. بچه ها دوست دارم حرف بعدی که قراره یاد بگیرید این حرف است باشه، یا همون دابل اسی که در زبان انگلیسی داریم. این است و دابل اس یا همون دوتا اسی که در کنار هم دیگه قرار میگیره، تقریبا مثل هم تلفظ میشه، اما باعث میشه که حرف صدادار قبلشون به صورت کوتاه یا بلند تلفظ بشه. مثلا اینجا میخوایم فرق فوس و فلوس رو با هم دیگه ببینیم. بچه ها میبینید که این است ما
بعد از یه حرف صدادار او قرار گرفته. در این جور مواقع ما حتما باید تأثیر این است رو در این کلمه در نظر بگیریم. این حرف باعث میشه که حرف صدادار قبلش به صورت بلند و کشیده تلفظ بشه. یعنی اینجا ما نمیخونیم فوس. اینجا ما باید بخونیم فوس. فوس به معنی پا. همونطور که اینجا یه او کشیده هم نوشتم که شما یادتون نره که این او به صورت کشیده هستش. و اما اگر دو تا اس باشه که گفتم تلفظشون مثل همین استه که انگار که دو تا اس رو داریم به صورت تشدیدید انگار تلفظ میکنیم، اینجا اگر بعد از یه حرف صدادار او باشه باعث میشه که اون او همون به صورت کاملا کوتاه تلفظ بشه. مثلا اینجا میگیم که فلوس. اینجا ما نمیتونیم بگیم فلوس. اینجا ما میگیم فوس. اینجا میگیم فلوس به معنی همین رودخانه و رود. اما اینجا شتراسه، شتراسه به معنی خیابان، کوچه. شتراسه میبینید که این استف ما بعد از حرف صدادار آ اومده و به خاطر همین حتما باید این آ به صورت کشیده تلفظ بشه. اما اینجا دو تا اسم ما بعد از حرف صدادار آ اومده، اما فرقش با این اینه که اینجا حتما باید آ به صورت کوتاه تلفظ بشه که اینجا ما میگیم کاسه. کاسه به معنی صندوق هستش. مثلا میرید یه جا حساب کنید باید بگیم که ایشگه یتس اندی کاسه. کاسه یعنی همون صندوق برای حساب کردن. خب بچه ها میرسیم به بخش آخر فیلم امروز که جلسه اول سطح آینس آینس هستش. خب بخش حروف ترکیبی بی صدا، یعنی چند تا حرف بی صدا کلا در کنار هم قرار میگیرن و صداهای خاص تولید میکنن. حالا اونا چیا هستن؟ س، ها و اس وقتی در کنار هم قرار میگیرن به صورت ایکس تلفظ میشه. مثلا مثل چی؟ مثل زکس. زکس. بچه ها دلم میخواد قبل از اینکه من تلفظ این کلمه ها رو بگم، چون که رسیدیم به بخش آخر و اینجا خیلی از حروف هایی که تا اینجا خوندیم رو در این کلمات میبینیم، دلم میخواد از اینکه من این کلمه ها رو تلفظشون رو تکرار کنم، شما سعی کنید که اونا رو تو ذهن خودتون بگید. خب اینجا پس میشه زکس. س، ها و اس در آخر کلمه به معنی شیش هستش اینجا و به صورت ایکس تلفظ میشه. ترکیب بعدی سه و کا هستش که وقتی در کنار هم قرار میگیره به صورت که عادی تلفظ میشه. مثلا مثل باکن. باکن همون به معنی پختن، پخت و پزی که در فر حتما صورت میگیره. پس اگه مثلا دارین شما یه دونه کیک میپزین یا با اون فعل پختنی که برای مثلا سیب زمینی پختن قرار استفاده کنید، این دوتا با هم دیگه متفاوتن. د و ت اگه در کنار هم قرار بگیره به صورت ت فقط خونده میشه، یعنی این د رو ما نادیده میگیریم. مثلا مثل شتات. شتات. شتات اینجا دیگه ما نمیگیم شتات د ت، اینجا فقط میگیم شتات. خب ای و گ وقتی در کنار هم قرار میگیرن به صورت ایش خونده میشه، به صورت ایش. مثلا سوانسیش، اینجا میگیم سوانسیش. سوانسیش به معنی بیست. اینجا شتات هم که معنی شده گفتم به معنی شهر هستش. پ و ف وقتی در کنار هم قرار میگیره به صورت ف تلفظ میشه، یعنی یه فی که در داخل دهانتون نمیتونید پ کامل بگین، نمیتونید ف کامل بگین، یه پ خیلی ساده نوک زبونتون میارید و بعدش ف رو میگید، یعنی میگین که فرد. فرد به معنی اسب. اس، س، ها وقتی که در کنار هم قرار میگیرن به صورت ش خونده میشه. مثلا اینجا شوله. شوله.
شوله یعنی مدرسه، که اینجا دیدیم که اس و ها در کنار هم قرار گرفتن و ترکیب ش رو درست کردن. اس و پ، اس و ت، این دوتا خیلی خوب شبیه همن. اگه اس قبل از پ و قبل از ت بیاد به صورت اش ش خونده میشه، مثلا اس و پ میشه شپورت، اینجا شپ شپ خونده میشه، پس اینجا میشه شپورت به معنی ورزش، مثل همون انگلیسی. اگه اس قبل از ت بیاد هم به صورت شت خونده میشه، شت، مثل شتراسه، ت ای او و ان که در انگلیسی به صورت شن خونده میشه، مثلا اینترنشنال ما اونجا میگیم شن، اما در این در آلمانی حتما باید به صورت سیون خونده بشه، مثلا همین اینترنشنال به انگلیسی به آلمانی حتما باید بگیم اینترناسیونال، اینترناسیونال، که اینترناسیون این به صورت اتسیون خونده میشه. یا مثلا در کلمه‌ای به نام مثلا ریاکسیون یا همون ریاکشن انگلیسی که اینجا به آلمانی میشه ریاکسیون، که این به صورت اتسیون خونده میشه به معنی واکنش. ت اس س و ها، اس س و ها رو گفتیم به صورت ش خونده میشه، اگه یه ت هم قبلش بیاد به صورت چ میشه، یعنی اینجا ما میگیم به صورت چه و این کلمه به نام دویچ، دویچ، ای و او گفتیم در بخش‌های قبل که به صورت اوی خونده میشه. همینجا سوال دیگه، کدوم ترکیب بودن که به صورت اوی خونده میشن؟ آفرین، به ترکیبی مثل ای وقتی که اونلاوت داره و او به صورت مثل هویزا که گفته بودیم مثالشو، اینجا هم اوی مثل دویچ که به معنی زبان آلمانی هستش. خب دوستای عزیزم، بالاخره رسیدیم به آخر جلسه اول همین سطح آینسمون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که هر چقدر که از این فیلم لذت بردید لایک کنید، کامنت بذارید برام. اگه هر نکته‌ای که احساس کردید نیازه یا هر انتقادی که به نظرتون من میتونید یا توی یوتیوب یا توی اینستاگرام برای من بنویسید، و یادتون نره که این پست رو میتونید برای دوستاتون شیر کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. بچه ها خوشحال میشم از نظرات. خیلی خیلی ممنونم که این فیلم رو تماشا کردید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و تا جلسه بعدی خدا نگهدار.